داستان عاشقانه کریستیانو رونالدو با کشورش پرتغال. سال هاست که خواب و خوراک پرتغالی ها و خیلی های دیگر در سراسر جهان با یک نام آشنا گره خورده است، کریستیانو رونالدو، و ملتی که دوباره منتظر معجزه کاپیتانشان هست. در طول تاریخ افتخار پرتغالی ها به نقطه اوج قهرمان هایشان ربط داشته. اوزبیو برای اولین بار پرتغال را به تیم سوم جام جهانی تبدیل کرد، فیگو آنها را به فاینال یورو برد و کریستیانو رونالدو بزرگترین افتخارشان یعنی قهرمانی اروپا را برای کشورش هدیه داد. در فوتبال همیشه CR7 ستایش می شود و در قلب عاشقان مستطیل سبز حسی فراتر از ستایش دارد. پرتغالی ها 5 قرن بعد از مانوئل اول دوباره یک پادشاه خوب پیدا کردند. رویای آنها به اندازه درخشش کریستیانو بزرگ است و حالا که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ را دارند، همرایش بزرگترین رویاها را می سازند. فرقی نمی کند، بازیکنان دوروبر رونالدو در رده ملی بدرد نخور و بیکاره باشند یا تیم ملی چقدر از نسل طلایی خود دور است. احتمالاً جام جهانی 2022 آخرین فرصت پرتغال برای رسیدن به تمام آرزوها با کاپیتان رونالدو باشد. با ترکیب پسرهای نچندان با استعداد اطراف کریستیانو، هیچ قهرمان جدیدی برای پرتغالی ها دیدن نمی شود. اگر آرژانتینی ها بعد از مسی دلشان به دیبالا خوش هست و برزیلی ها در کنار نیمار به دلبری وینیسیوس فکر می کنن، در پرتغال هیچ امیدی جز کریستیانو رونالدو وجود ندارد، چون ستاره های نسل جدید پرتغال نظیر برونو فرناندس و جو فیلیکس در تیم ملی خاموش هستند. در صورت پیروزی پرتغال در دیدار امشب و صعود به جام جهانی 2022، کریستیانو رونالدو باید یک بار دیگر فراتر از سن و سالش بازی کند تا آخرین تصویر کریستیانو رونالدو در جام جهانی عکسش با جام باشد. اگر پرتغال صعود کرد، از فردا تا ختم جام جهانی در پرتغال اسمی از ستاره های دیگر بردن نخواهد شد. هیچ چشمی آلمان و برزیل را نگاه نخواهد کرد و هیچ نگاهی به مسی و امباپه نخواهد بود. همه چیز به شماره 7 خلاصه خواهد شد، قهرمانی که ارتش خودش را برای فتح جهان آماده می کند.